سلام خدمت بینندگان عزیز برنامه مشاور شما از تلویزیون AMG من افسانه اسقری مشاور املاک از شهر تورنتو کانادا در خدمتتون هستم با یکی دیگه از سلسله برنامه های خرید و فروش مسکن در تورنتو کانادا اگر که خاطرتون باشه در جلسه اول ما راجع به لوکیشن صحبت کردیم یک توضیح اجمالی دادم اینکه چه فاکتورهایی در واقع توی یک لوکیشن تاثیر داره از اینکه شما اون لوکیشن اولیه رو انتخاب کردید و متوجه شدید که در کجای شهر قرار دارید یک سری فاکتورهای دیگه هستش که در واقع فاکتورهای بین محلی هست در واقع در هر محله یه سری امکا، یه سری فاکتورهای دیگه تحت هستن که اون محله رو تحت تاثیر قرار میدن در شهر تورنتو که در واقع قسمت اول برنامه امروز ما هست میایم یه یک توضیحی رو در مورد محله های تورنتو میخوام براتون بدم که یک در واقع یک اینستیتیوشنی به اسم تورنتو لایف اومده یک سری بررسی هایی کرده یک سری ریسر، ریسرش هایی انجام دادن که در واقع اومدن از دانشگاه تورنتو از پلیس تورنتو از فریزر انستیتیوشن که در واقع رنکینگ مدرسه ها رو مشخص میکنه برای اینکه ریپورت کارت های مدرسه ها رو مورد بررسی قرار میده و همچنین از جامعه شناسان از اکانومیست ها از آمار از اداره آمار از همه اینا استفاده کن کردن و اومدن در واقع رنکینگ ها رو یک بار دیگه مورد بررسی قرار دادن و این در واقع این بررسی جدید نشون میده که کلا به خاطر ری و به خاطر اتفاقای تازه‌ای که در من در تورنتو اتفاق افتاده رنکینگ ها کاملا عوض شده طوری که مثلا در سال 2013 اگر روزدل یکی از بهترین مناطق شهر تورنتو به حساب می اومد، امروز جاش رو عوض کرده از شماره یک به شماره 18 منتقل شده بنابراین چیزای دیگه ای فاکتورهای دیگه رو اومدن در انتخاب رنکینگ ازشون استفاده کردن که من براتون یکی یکی توضیح میدم برای در واقع برای اینکه این, این رنکینگ ها رو بتونن درست انجام بدن اومدن ده تا فاکتور رو مورد بررسی قرار دادن یکی مسئله هاوزینگ هستش هاوزینگ یعنی اینکه افوردبیلیتی uh, افراد نسبت به نسبت uh, افراد رو میخوان بسنجن نسبت خ... نسبت کاست اف لیوینگشون رو با درآمدشون میان میسنجن یا اینکه اپریشیییشن uh, یا افزایش قیمت پراپرتی ها در طول سالهای گذشته چقدر افزایش پیدا کرده یا اینکه میان کوالیتی ها رو میسنجن مثلا توی منطقه نگاه بکنن ببینن تعداد خونه هایی که احتیاج به مسیف رنوویشن داره تعدادشون چقدره اینا همه زیر کتگوری هاوزینگ هست یکی دیگه از چیزهایی که توی رنکینگ تاثیر داره و یک بار تقریبا زیادی رو هم میکنه مسئله کرایم هست که در واقع اومدن از پلیس تورنتو استفاده کردن و اندازگیری کردن که کدوم مناطق کرایم بیشتری داره و کدوم مناطق داره کرایم کمتری هست یکی دیگه از چیزهایی که در رنکینگ این محله ها نقش مهمی داشت در واقع ترانزیت هست اینکه فاصله ایستگاه های اتوبوس در اون محله ها چقدر شلوغ هستن چقدر مردم ازشون استفاده میکنن اینا در واقع یکی دیگه از فاکتورهایی هستش که توی این رنکینگ خیلی تاثیر داشتش یکی از چیزهای دیگه که در رنکینگ تاثیر داشت داره مسئله شاپینگ اینکه گروسری شاپینگ تو اون نیبرهود چقدر بوده آیا داروخونه به اندازه کافی داره او مراکزی که میتونید وسایل و امکانات رفاهی خونهتون رو ازش بخرید مثل هوم دیپو اور لوز اینا چقدر تو اون دور اطراف وجود داشتش یکی دیگه از مسائلی که توی این رنکینگ تاثیر داشت مسئله هلت هلت شامل فرست وال مراکز درمانی که در اون نیبرهود قرار داره اون نزدیکی ها قرار داره پلوشنی که توی اون اریا هست آیا این آلودگی منطقه رو اومدن سنجیدن که ببینن چقدر میزان آلودگی زیاده چقدر فضای سبز داره چقدر درخت اونجا وجود داره بنابراین یکی دیگه از چیزایی که توی این رنکینگ ها تاثیر داشتش مسئله هلت بوده که در واقع ده درصد رو تحت پوشش قرار داده یکی از مسائل دیگه ای که توی رنکینگ اثر داره مسئله اینترتینمنت هستش یعنی نگاه میکنن ببینن که توی اریایی که دارن زندگی میکنن اسپورت بار او رستوران اور مراکز تفریحی تو اون دورور چقدر هستش و چقدر برای مردمی که تو اون منطقه زندگی میکنن حائز اهمیته یکی دیگه از مسائلی که توی تو رنکینگ تاثیر داشت مسئله کامیونیتی یعنی اینکه شهرداری چقدر خواسته این شهر رو زیبا سازی بکنه این خودش توی به قول معروف توی رنکینگ نقش زیادی داشت یکی دیگه از مسائلی که در این رنکینگ تاثیر داشت مسئله دایورسیتیه یعنی اینکه تعداد افرادی که از ملیت‌های مختلف در اون منطقه زندگی میکنن اومدن اینو بررسی قرار دادن و به این نتیجه رسیدن که منطقه‌ای که از همه در واقع شاید بهتر باشه منطقه‌ای هستش که از دایورسیتی کمتری برخوردار یعنی تعداد ملیت های مختلفی که در اونجا زندگی میکنن نسسلی تعدادشون نباید خیلی زیاد باشه یکی از مسائل دیگه ای که در رنکینگ تاثیر داره مسئله اسکول هست مدرسه در واقع اومدن از فریزر انستیتیوشن استفاده کردن و رنکینگ های مدارس رو در منطقه های مختلف سنجیدن آویسلی هر چقدر منطقه پول دارتر باشه خونواده های بیشتری توش زندگی کنن که متمولتر هستن در نتیجه در نتیجه در واقع رنکینگ مدرسه ها در اون مناطق بالاتر هست یکی دیگه از مسائلی که در در واقع تاثیر داشت در مسئله رنکینگ مسئله ایمپلویمنت هست آیا در اون منطقه‌ای که رنکینگ بالاتری داره تعداد آدمایی که کار میکنن با درآمدهای بالا چقدر زیاده و در مناطقی که احتمالاً آدمایی که بیکارتر هستن اور در در سطح درآمد پایینی دارن اینا باعث شده که رنکینگ منطقه رو تغییر بده در واقع یکی از پولدارترین و ریشترین مناطقی که در تورنتو وجود داره برایدل پت آم، یا آم، یا اران یورک میلز اریا هست که در واقع خونه که اونجا وجود داره از نظر از نظر اینکه اینا بیشتر در بیشتر خونه های دیتچدی بودن که حالا اینا رو ساختن و خونه های نو درست کردن یا خونه هایی وجود داره که توشون خیلی مسیو رنوویشن انجام دادن بنابراین منطقه از نظر هاوسینگ رنکینگ خیلی بالایی داره و یکی از اریاهایی هست که بسیار مردم اونجا پولدار هستن و همچنین خونه هایی که توش پیدا میشه تقریبا افوردبیلیتیش نسبتاً برای همه افوردبل نیست بنابراین میتونم بگم که قیمت خونه ها از 2.6 میلیون قیمتشون شروع میشه یکی دیگه از مناطقی که ممکنه که خیلی از افراد جوون یا پروفشنال هایی که, دوست، که در واقع دوست دارن به محل کارشون نزدیک باشن و در این حال به قول معروف یک منطقه خوبی هم برای زندگی داشته باشن واتر فرانت هستش که در واقع نزدیک آب هست و متاسفانه اونجا به دلیل اینکه خیلی اریای شلوغی هست خونه وجود نداره و کسایی که میخوان اونجا زندگی کنن بیشتر تو کاندومینیوم یا آپارتمان زندگی میکنن آه، آه، یکی از اریاهایی که میخواستم براتون توضیح بدم راجع به اینکه در طی سالیان گذشته در طی دو سال گذشته بسیار بسیار رشد افزایش قیمت زیادی داشته من در قسمت جنوب شرقی تورنتو هست که در واقع به دلیل اینکه به دلیل اینکه منطقه خیلی منطقه گرونی نیست و در این حال خونه هایی که توش بودن ایدر خیلی مسیولی رنوویت شدن اور اینکه ساخته شدن در نتیجه باعث شده که در طول سالیان در طول چند سال گذشته قیمت اون منطقه خیلی زیاد خیلی زیاد به قول معروف افزایش پیدا کنه ولی در عین حال باز هم افورد قابل در واقع مردم قدرت خرید رو دارن آم، آم، توی این مناطق در واقع سه منطقه هستش که از نظر هاوسینگ بالاترین رنکینگ رو داشتن که یکیش منطقه روش هست که منطقه سنتنیال اسکاربرو هست و یکی دیگه هایلند پارک هست که میون این سه تا منطقه در واقع سنتنیال اسکاربرو از از درجه از هر،, از هر نظر از اون دو دیگه بهتر هست یکی به دلیل اینکه کرایم توش خیلی کمه خونه ها توش خیلی افوردبل هست و خونه های خوب توش زیاد میتونید پیدا کنید و همچنین مدرسه های خیلی خوبی داره ریشترین منطقه هم که خدمتتون رو ارز کردم که در واقع منطقه برایدل پد هست و سطح اینکام مردم اونجا بالای 400 هزار دلار هست اما بیشترین خونواده ها کجا زندگی می کنن؟ بیشترین خونواده در یکی در قسمت برایدل پت زندگی می کنن. سری دوم در فورست هیل زندگی می کنن که 90 درصد از فامیلیا اونجا زندگی یعنی هاوسینگ اونجا در واقع 90 درصد هستش در قسمت غرب تورنتو در خیاب در قسمت شهر کینگزوی محله کینگزوی به قول معروف فامیلی بیشتری اونجا زندگی می کنن. اگرچه که یه مقداری خونه پیدا کردن اونجا سخت و مقدار گرونه ولی خانواده های زیادی اونجا زندگی میکنن که در واقع یکی از وایت نشین یا سفید یکی از مناطقی هست که بیشترین سفید پوست اونجا زندگی میکنن و یکی دیگه از مناطقی که در واقع فامیلی اونجا زیاد زندگی میکنه روزدل هست که دوباره روزدل دایورسیتیش خیلی کمه ملیت هایی که توش زندگی میکنن تعداد سفید پوستاش یا یوروپین آدمایی که اروپایی هستن تو اونجا بیشتر هستن و منطقه لورنس پارک ساوت هست در واقع قسمت ساوت لورنس ایست وست یانگ یکی از مناطقی هست که میتونید اونجا خونه هایی رو که هم خونه های نو هم خونه های قدیمی تری که رنوویت شده کامبینیشن آف خونه های دیتچ و سمی دیتچ توش داره بنابراین یکی از مناطقی هستش که فامیلی اونجا زیاد زندگی میکنه و خیلی به قول معروف دور از دسترسی نیست. افراد سینگل یه مقداری در قسمت وست تورنتو بیشتر زندگی میکنن و یا اینکه در واقع در قسمت واترفرانت و به قول معروف کبچتان اینا در جایی که دور و بر هستن افراد سینگل زندگی میکنن. یکی از جاهای دیگه ای که به قول معروف مد نظر بیشتر مردم هست ایست تورنتو هست در واقع ایست تورنتو نسبت به وست تورنتو یه ذره پاپیلرتر هست به خاطر اینکه قیمت خونه های مقداری کمتر هست و به قول معروف مدرسه های بهتری داره و در عوض قیمت خونه ها نسبت به وست تورنتو یک مقداری پایین تر هست فرق بین داونتاون در واقع اطراف داونتان یا همون ساب ارب هم که موسلی به خاطر مسئله ترانزیت هست در داونتان ترانزیت خب خیلی بیشتر هست بیشتر مردم به پابلیک ترانزپورتیشن دسترسی دارن در مقابلش در ساب ارب یا بیرون از شهر تورنتو شما مسئله پابلیک ترانزپورتیشن یک مقداری دچار مردم دچار مشکل هستن یکی از یکی از در واقع جاهایی که بیشتر افرادی که به صورت مهاجرت میان ایمیگریشن در واقع نیو کامر هستن و میان کانادا و در واقع محل اصلی اقامتشون تورنتو هست در واقع میرن توی قسمتی هست به نام دان ولی ویلج که نزدیک در واقع نورت شپرد هست و بین بیویو و لزلی تو اریایی هستش که یا چاینیز ها زیاد به این منطقه میرن و همچنین تعداد ایرانیایی که تازه وارد به قول معروف وارد کانادا میشن یکی از مناطقیه که obviously خیلی اونها رو جذب میکنه یه منطقه دیگه هست به نام تورن کلیف, کلیف که در واقع توی مرز اگلینتون و دامیلز هست این منطقه بیشتر افرادی که از در واقع از ساوت آسیا مثل پاکستان یا افغانستان میان بیشتر وارد جذب این مناطق میشن با همدیگه یک برنامه کوتاهی رو نگاه میکنیم برمیگردیم و من راجع به بقیه مناطق تورنتو براتون توضیح میدم دوستان عزیز برگشتیم با هم با ادامه برنامه تا تا اینجا راجع به محله هایی که بیشتر فامیلیا توش زندگی میکردن توضیح دادم براتون حالا در مورد مناطقی که مدرسه های بهتری داره پنج تا منطقه هستن که از بهترین مدرسه رو دارن براتون راجع به اون توضیح میدم یکی روزدل هست که در واقع بهترین مدرسه های منطقه رو داره بعد از روزدل لورنس پارک ساوت هست که در واقع دومین رنگ مدرسه های خوب رو داره باترس uh, منر هست در واقع در واقع در قسمت اطراف خیابون باترس هست در شمال شمال شپرد که در واقع, در واقع یکی از بهترین مناطقی که مدرسه های خوب رو داره لنزینگ یکی دیگه از اریاهایی هستش که مدرسه های خیلی خوب داره و در رنگ در, در واقع چهار رومین شماره مدرسه های خوب قرار گرفته که این منطقه در وست یانگ ساوت شپرد در یک منطقه کوچیکی هستش که uh, مدارس خیلی خوبی در اونجا داره uh, و در نورت ریچویل هست که uh, در واقع uh, یک قسمتی از خیابون ساوت دمفورت uh, هست که uh, مجددا یکی از مناطقی هستش که مدرسه های خیلی خوب داره و در قسمت لورنس پارک ساوت رو هم که بهتون گفتم در واقع 88.9 درصد مردم مردم اونجا به مدرسه های اونجا در واقع رای داده بودن یکی از مناطقی که بیشترین دایورس دایورس رو دایورسیتی رو داره منطقه انگلمنت و لورنس هست در واقع یک منطقه هست بین در واقع از شمال از, از لورنس شروع میشه میره به سمت جنوب و تا قبل از اینکه به اگلینتون برسه ایستش باترز هست و وستش در واقع دافرین هست که این منطقه یکی از مناطقی هستش که شما میتونید تعداد ملیت های انواع, انواع ملیت ها رو در اونجا بیشتر ببینید و در واقع یکی از مناطقی هست که افراد مسن اونجا نسبت به همه جای شهر بیشتر هستن بنابراین افرادی که در اونجا زندگی میکنن یکی از مسن ترین منطقه های از نظر سنی به حساب میاد در قسمت یک منطقه هست به اسم تورن, تورن کلیف که گفتم در واقع منطقه هست که آسیای جنوبی ها به اونجا زیاد مهاجر وقتی مهاجرت میکنن به کانادا به اون قسمت زیاد میرن اینا در واقع منطقه هستش که یک منطقه بسیار کوچیک هستش که یه چیزی در مورد در, هز... در حدود 6000 جمعیت داره در واقع خانواده هایی هستن که تعداد بچه ها تو اون خانواده ها خیلی زیاده یکی دیگه از مناطقی که توش بیشترین افراد سفید پوست رو میبینید در واقع بهش وایت نشین میگن منطقه کینگزوی هست که در واقع 91.4 درصد از افرادی که اونجا زندگی میکنن افراد وایت بهشون میگن یا سفید نشین که حالا ایدر اروپایی هستن یا اینکه کانادایی هستن بیشتر در اونجا زندگی میکنن یکی از مناطقی که بسیار به قول معروف از نظر کاری تعداد افراد تعداد افرادی که در اونجا کار میکنن و به قول معروف از انکام بالایی برخوردارن یا اینکه به قول معروف پروفشنال هستن تو قسمت واترفرانت زندگی میکنن یا در قسمت یونیورسیتی در واقع یکی از محله های داونتان تورنتو ما پنج تا اریا داریم که چهار تا به ببخشی داریم که از همه اریا ها بریچتر هستن یکی برایدل پد هست که سطح اینکامشون 423 هزار دلار به بالا هست بعد فورستیل هست که سطح اینکامشون رو آمار نشون داده 26 هزار به بالا هست روزدل 250 هزار به بالا و در واقع لورنس پارک 241 هزار دلار و یکی از مناطقی که کم به قول معروف کم درآمدترین منطقه تورنتو به حساب میاد منطقه ریجن پارک هست اگرچه که اون هم داره دوباره به دلیل دیوولپمنت های جدیدی که انجام شده کم کم داره تغییر پیدا میکنه اما اون بیست موردی رو که اما در واقع 20 محله ای رو که در از شماره یک تا 20 هستن رو من فقط خیلی سریع اسم محله ها رو میگم و از کنارش با یه توضیحات مختصر رد میشم منطقه اولین منطقه‌ای که در واقع بهترین منطقه به حساب میاد یانگو اگلینتون هست که در واقع یکی از بهترین جاهای تورنتو هست نه در دانتون تورنتو هستید نه در آپتون تورنتو هستید اون وسط قرار داره و کامبینیشن اف خونه خونه های, مخت... خونه های دیتشت خونه های سمی دیتشت و کاندو آپارتمان های زیادی اونجا هست از نظر کرایم از خیلی،, خیلی, درجه کرایم در اونجا پایین هست هاوزینگ در اونجا درصد بالایی رو داره به دلیل اینکه خونه ها اونقدر گرون نیست که در به قول معروف قابل دسترسی نباشه و مردم نتونن افورد کنن بخرن و در عین حال از نظر ترانزیت از نظر انترتینمنت از همه نظرها رنکینگش خیلی بالا هست و مردم اون رو یکی از بهترین جاها میدونن به خصوص اینکه افزایش قیمت در افزایش قیمت در سالهای گذشته به صورت متوسط حدود 11 12 درصد بوده در بعضی سالها آویسی بیشتر در بعضی سالها کمتر ولی به صورت متوسط به صورت 11 به طور متوسط 11 درصد افزایش قیمت داشت یکی دیگه از چیزهایی که توی یانگو اگلینتون خیلی اونجا رو تحت تاثیر قرار داده ال هستش که در واقع خط سری ترانزیت هست که از ایست شهر رو به وست شهر تا فرودگاه داره وصل میکنه و این باعث شده که اون منطقه رو خیلی محبوب بکنه یکی دیگه از مناطقی که در واقع دومین از نظر رنکین دومین جا رو گرفته کسل هست که مردمی که در اونجا زندگی میکنن هم اکثرا از اینکام خیلی بالایی برخوردارن لوکیشن بسیار از نظر هلتی از نظر از نظر به قول معروف شهرسازی از نظر اینکه فضای سبز اونجا چقدر هست خونه هایی که اونجا هستن معمولا خونه های خیلی, خیلی بزرگ و کاخمانند هستن و نسبتا از جمله مناطقی هست که توش دایورسیتی خیلی کم هست و یکی از مناطق بسیار بسیار پاپیولر هست یکی دیگه از مناطق پاپیولر که شماره سه رو در لیست گرفته پلیتر در واقع دمفورد هست پلیتر استیت دمفورد هست که دقیقا شمال دمفورد هست مدرسه خوب اونجا هست محل محله بسیار محله قدیمی و جا افتاده است با در فضای سبز خیلی زیادی داره و از نظر اینکه به پابلیک ترانزیت خیلی نزدیک هستن چون اونا هم در به قول معروف روی خط ساوه شرق به غرب قرار دارن یکی دیگه از محله هایی که در واقع رتبه چهار روم رو گرفته رانیمید یا همون بلور وست هست که دوباره از نظر اینکه هاوسینگ اونجا خیلی گرون و به قول معروف اینطوری نیست که قابل دسترسی نباشه در این حال که شما بی یک مقداری از داونتان ترونتو بیرون هستید و به قول معروف آرامش خارج از شهر رو دارید اما در این حال به دلیل اینکه ترانزیت بهتون نزدیکه و به قول معروف این تو اون اریا بسیار انترتینمنت سنترهای زیادی وجود داره باعث میشه که یکی از مناطقی باشه که خیلی مورد, مورد نظر مردم هستش بعد از در واقع رانیمید یکی از مناطقی که در منطقه در واقع جای پنجم رو به خودش گرفته لورنس پارک شمالی هست لورنس پارک شمالی خونه هایی که توش وجود داره کامبینیشن آف خونه های سمی هستند و خونه های جدید و خونه های نو در این حال منطقه مردم اینکام سطح بالایی دارن به اضافه اینکه به اضافه اینکه مدرسه هایی که توش وجود داره مدرسه های خوبی هست در شماره 6 در واقع در رتبه 6 محله ها نورت ریوردل هست که بسیار منطقه قشنگی هست و خیلی منطقه به قول معروف گرونی به حساب نمیاد اما مدرسه های خیلی خوبی داره با و بسیار به داونتاون تورنتو نزدیک هستید در واقع وجود لوکیشنی که قرار در واقع این نورت ریوردل توی اون لوکیشنی که هست در واقع میتونید یه دونه ویوی از داونتاون تورنتو داشته باشید یکی دیگه از مناطقی که در واقع درجه رتبه هفتم رو در این لیست به خودش اختصاص داده یانگو سنکلر هست یانگو سنکلر بیشتر افرادی که توش زندگی میکنن افرادی هستن که کار میکنن 88 در... درصد افرادی که توی این منطقه زندگی میکنن همشون کار دارن و درآمد بالایی دارن خیلی شاپینگ اریا و انترتینمنت توی این منطقه زیاد هست ولی اسکولاش از رنکینگ بالا. بالا برخوردار نیستن در, در قسمت در واقع شماره هشتم این محله ها ماونت پلزنت ایست هست که در واقع ایست ماونت پلزنت هست تا بیویو و ساوت لارنس شروع میشه تا به پایین در واقع به سمت پایین میره این منطقه باز هم نسبت به مناطق دیگه به دلیل اینکه خیلی اکسس پیدا کردنش به داون نزدیک نزدیکه به اضافه اینکه هایی که اونجا هستن خیلی گرون نیستن دوباره خونه های بین سمی دیتچ و دیتچ میتونید سینگل میتونید توش پیدا کنید و در این حال مدرسه های خوب تو اونجا وجود داره شماره نه توی لیست کبچتان هست کبچتان یکی از مناطقی هست که در واقع خیلی به دانتان کور نزدیک هست و افرادی که توش زندگی میکنن بیشتر در واقع افراد مجردی هستن که سینگل پیپل توش زندگی میکنن و تعداد بچه هایی که تو منطقه هستن خیلی کم مدرسه ها خیلی در رنکینگ بالایی نداره اما از نظر ترانزیت و کامیونیتی یکی از مناطق خیلی خوب تورنتو به حساب میاد شماره ده شماره شماره ده در واقع منطقه لی سایت هست منطقه لی سایت به دلیل اینکه خونه هایی که توش وجود داره زمین های معمولا زمین های بزرگ توش به قول معروف از نظر کامیونیتی و دایورسیتی توی تو شرایط خیلی خوبی قرار داره خونه ها اگرچه که زمین های بزرگی توش هست ولی خونه ها خیلی گرون نیست و خونه هایی که رنوویت شده باشه و احتیاج به به قول هم نداشته باشه تو اون منطقه زیاد دیده میشه بنابراین دوباره یکی از مناطقی هستش که مورد توجه مردم هست شماره 11 لیست رو بیچز بیچز اریا هست که در واقع در قسمت جنوبی ترین قسمتش شهر تورنتو هست که نزدیک لیک در واقع در کنار لیک هستش این منطقه هم مجددا مدرسه هایی که توش هست های خوبیه خونه ها یک مقداری گرون هست ولی اینطوری نیستش که نتونید به قول معروف دسترسی بهش پیدا کنید و کرایم هم توش خیلی زی، در واقع درصد کرایم توش خیلی کمه آم، یکی از مناطق دیگه ای هم که در, در مرحله دوازده در،, در, رتبه دوازده این لیست قرار داره یونیورسیتی هست که بیشتر در واقع دوباره بیشتر افرادی که پروفشنال هستن و محل کارشون در واقع در قسمت داونتان تورنتو هست اینجا زندگی میکنن در شماره 13 این لیست قسمت کینگز به قول معروف در قسمت غرب تورنتو قرار داره که کینگز وی بهش میگن همونطوری که در قسمت قبل توضیح دادم یکی از مناطقی هست که بیشترین وایت نشینا رو داره خونه های اونجا خیلی گرون هست و در واقع خونه پیدا کردن یکی از کارهای سخت هستش توی این منطقه ولی به دلیل اینکه پارک و مناطق سبز و به قول معروف از نظر بافت شهری بسیار قشنگ هستش و در همینطور که گفتم در رتبه 13 هم قرار داره چهاردهمین منطقه ای که در تورنتو به قول معروف توی لیست تورنتو قرار هست دمفورت ویلج هست که یکی از دلایلی که مردم خیلی اونجا رو دوست داشتن به دلیل شاپینگاش هستش که همه چیز اکسیبل هست همه چیز زیاد اونجا از نظر شاپینگ ترانزیت خیلی به قول معروف اکسس داشتن به پابلیک ترانسپورتیشن خیلی اونجا آسون هست و همینطور کرایم هم در اونجا زیاد نیست بعد منطقه رتبه 15 هم رو ماونت پلزن ماونت پلزنت وست به قول معروف به خودش تعلق داده که در واقع وست ماونت پلزنت تا خیابون یانگ هست دوباره تو دو این منطقه میتونید یه دایورسیتی از تعداد به قول معروف از نشنالیتی های مختلف توشون ببینید ترانزیت بسیار بسیار اکسسیبیلیتیش آسون در این منطقه در عین حال مدرسه های بدی هم نداره یعنی یکی از مناطقی هستش که مدرسه هاش خوبه و خدمتون ارز کنم که انترتیمنت سنتر هم اون دورور زیاده بعد در مرحله در رتبه 16 هم اولد یورک هستش که در واقع یکی از مناطقی هستش که بیشتر از نظر اینکه مراکز درمانی اونجا زیاد منطقه یه مقداری جا افتاده تره و از نظر به قول معروف آب از نظر اینکه کامیونیتی فضای سبز و اینا تو اون منطقه زیاده یکی از مناطقی هستش که یکی از جاهایی هستش که توجه مردم رو به خودش جلب کرده یکی دیگه از مناطقی که در واقع رتبه 17 هم رو گرفته قسمت دونپورت هست که در واقع یه منطقه یه که ایتالیایی نشین اونجا در واقع لیتل ایتالی بهش میگن و یه جایی هستش که رستوران و مراکز خرید و اینا زیاد هست و برای افرادی که دوست دارن توی جایی زندگی کنن که به قول معروف انترتیمنت هاشون زیاد باشه یکی از جاییه که به قول معروف خیلی مورد توجه این مورد افراد قرار میگیره در ردیف 18 همونطور همونطوری که از اول, اول برنامه صحبت کردم روزدل هست روزدل افرادی که توش زندگی میکنن از انکام خیلی بالایی برخوردار هستن مدارس روزدل از بهترین مدارس تورنتو هست و بیشتر افرادی که توش زندگی میکنن دایورسیتی توش زیاد نیست و بیشتر افرادی که توش زندگی میکنن بیشتر در واقع یوروپیان هستن حالا یا مال فرانسه هستن و بریتیش هستن اسکاتیش هستن در واقع افرادی هستن که توی این منطقه زندگی میکنن بعد من شماره 19 همه لیست ما رو در واقع تستل تاون گرفته که یکی از مناطقی هستش که دوباره منطقه در دایورسिटी توش زیاده و هاوس هاوسینگ ها در واقع اونجا خیلی افوردبل هست برای افراد بیستمین محله رو در لیست در, در این لیست در واقع فورست هیل گرفته که دوباره هاوسینگ اونجا بسیار مهم هست کرایم توش خیلی کم هست مناطق بسیار جاافتاده است و فضاهای سبز و درخت و اینا زیاد دارن و مدرسه هاش که از در واقع مناطقی است که مدرسه های خیلی خوب داره جالب اینجاست که براتون بگم برایدل پت با اینکه یکی از ریشترین ایریا ها هست ولی در قسمت لیست ما در قسمت هفتاد دو دوم قرار گرفته و یانگ و شپرد اور یا که در واقع یکی از بزرگترین جاهایی هستش که ایرانی های عزیز دوست دارن به اونجا برن در رتبه در رده, رده 101 هستش ولی مدرسه های بسیار بسیار خوبی داره امیدوارم که در این من در این سشن شما یک مقدار اطلاعات گرفته باشید در مورد تورنتو و محله های اونجا اگر سوالی داشتید که احتیاج به اینفورمیشن بیشتری داشتید یا آمار بیشتری رو خواستید بدونید میتونید با ایمیل با ما تماس بگیرید و ما پاسخگوی سوالات شما باشیم امیدوارم روز روزگار به شما خوش باشه در برنامه بعدی با در خدمتتون هستم با برنامه‌ای در مورد شهرهای اطراف تورنتو به امید دیدار